به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم به همه شما دانش آموزان عزیز. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. اگه صدای من رو دارید یه بازخوردی به من بدید، بسیار عالی. خب ما جلسه قبل تا یک سری مباحثی رو اومدیم به صورت دقیق جمع‌بندی کردیم، در موردش مفصل صحبت کردیم، گفتگو کردیم، مباحثی رو شناختیم و ابتدای بحث عبارتهای گویا بود که خب درس رو جمع‌بندی کردیم تا انشالله امروز به اون مبحث خاص و مشخص خودمون برسیم. نکته حائز اهمیت اینه که انشالله از این جلسه به بعد درس ما یه خورده پربارتر و در واقع با مباحث عمیق‌تری روبرو خواهد بود که این مستلزمه حالا یه خورده با تو معنی گفتن ما و همچنین پیگیری های مجدانه شما خواهد بود تا انشالله بتونیم مباحث رو یکی یکی پشت سر بذاریم با تسلط خوب و جامعی که روی مباحث پیدا کردیم. در بحث عبارت های گویا ما عملا در حوزه اتحادها قدم خواهیم برداشت، به این معنا و مفهوم که شما خب وقتی یک عبارتی گویا دارید، قبلا هم عرض کردم که من در جلسه ابتدایی یک تعریف گویا بر اساس کتب درسی بهش اشاره کردم که گفتم هر کسر مادامی که صورت و مخرج عضو اعداد صحیح باشد و مخرج مخالف صفر، از منطق کتب درسی و در واقع مراجع تحت عنوان عبارت گویا و یا یک کسر گویا شناخته خواهد شد. منتها در بحث مربوط به آن چیزی که بتونیم در کنکور به این مهم پاسخ بدیم، عملا وقتی در یک کسری حالا در صورت و مخرج توابع گوناگونی وجود دارن، شبیه آن چیزی که پشت من در واقع در ادامه خواهید دید، زمانی که رادیکال نداشته باشیم، زمانی که عدد پی همون سه عدد صحیح و چهاردهی که در فرمول مساحت دایره استفاده می کنید نداشته باشیم، ما از نگاه صرفا محاسباتی و نه لزوماً نگاه دقیق علمی که قبلا بهش اشاره کردم، اون رو میایم به صورت یک عبارت گویا قلمداد می کنیم. منظور از ساده سازی عبارت های گویا، یعنی آن چیزی که پشت سر من دارید می بینید، اینه که ما بتونیم با استفاده از اصول اولیه و متقن علم ریاضی مثل اتحادها، مثل تجزیه، مثل فاکتور گیری و و و غیره، همون اصول اولیه‌ای که شما عموما از سال ششم تا سال نهم باهاش سر و کار داشتید و یاد گرفتید و نه بیشتر، بتونیم اون کسر رو، بتونیم اون عبارت رو تا ساده ترین حالت ممکن ساده کنیم و از اونجا به بعد عملا ساده سازی امکان پذیر نباشه که به کسری که صورت و مخرجش دیگه نتونن با هم ساده بشن، در دنیای ریاضیات بهش میگن یک کسر متباین، به این معنا که دیگه صورت و مخرج به هیچ عنوان و با هیچ روشی ساده پذیر نخواهد بود. خب ما با توجه به اینکه منطق علمی این درس مبتنی بر آن چیزی است که ما در هفته های گذشته بهش اشاره کردیم، در بحث عبارت های گویا صرفا به حل مثال اکتفا خواهیم کرد، هرچند که اون نکات لازم رو که هفته های پیش تدریس شده مجددا در قالب حل این مثال ها بهش خواهیم پرداخت. خب ببینید، من وقتی به در واقع کسر اول نگاه میکنم، آن چیزی که برای من مشخصه و من میتونم از دل این حالا به اون حل سوال خودم بپردازم اینه که در صورت کسر من میتونم از x2 فاکتور بگیرم. اگر از x2 فاکتور بگیرم، از عبارت اول x2، از عبارت دوم 4x و از عبارت در واقع آخر، ترم آخر 4 باقی میمونه به روی x منهای 2 به توان 3. باز هم لازم یادآوری کنم، اصلا منظور از ساده سازی عبارت های گویا به معنای اینه که با استفاده از اصول اولیه و اساسی علم ریاضی، نظیر فاکتورگیری که انجام دادم، نظیر استفاده از اتحادها و تجزیه و غیره، حالا شاید لازم باشه گویا کردن، در مزوج ضرب کردن و مواردی از این دست،
بتونیم که اون کسر رو به ساده ترین حالت ممکن در بیاریم. اینجا دارید میبینید که من از فاکتورگیری استفاده کردم. خب الان در ادامه، حالا من اگر بنا باشه با این رنگ دیگه بنویسم که فهم بهتری برای شما حاصل بشه، صورت کسر رو میتونم بنویسم x منهای 2 به توان 2. به عبارتی x2 منهای 4x به اضافه 4 باز شده غیر استاندارد شده حالت اتحاد مربع دو جمله ای x منهای 2 به توان 2. خب اگر که میخواید مطمئن بشید x منهای 2 رو به توان 2 رو در واقع بازش کنید، میشه x2 منهای 4x به اضافه 4، یعنی همان چیزی که در صورت کسر من نوشتم. تحت این صورت این کلن در واقع این قسمت کلن با توان این خط میخوره. آنچه که باقی میمونه x2 به روی x منهای 2. این کسر ما با توجه به این که از این ساده تر امکان پذیر نیست که بشه تحت عنوان کسر متباین ازش نام برده میشه، که خب اینجا ما به انتهای ساده سازی عبارت اول میرسیم. اما وقتی به عبارت دوم نگاه میکنم مجدداً با عامل مشترک در صورت مواجهم، که اگر از اون عامل مشترک که اگر به خوبی دقت کنید همون x2 منهای y2 فاکتور بگیرم، از اولی y2 میماند و از دومی x2. اچه ببینید من استارت کار رو صرفا دارم با فاکتور گیری میزنم، ما بقیش اتحاده، یعنی آن چیزی است که در هفته های اخیر و علل خصوص هفته گذشته بهش به صورت مفصل پرداختیم. سلام، خوش اومدید. و خب مخرج رو هم بچه ها داخل پرانتز رو اگر نگاه کنید، اگر داخل پرانتز رو نگاه کنید همان اتحاد مربع x منهای y به توان 2ه. جلسه قبل هم مفصلم و تأکیدم بارها در موردش صحبت کردم که شما علاوه بر این که باید بتونید یک اتحاد رو باز کنید، یعنی از حالت استانداردش به حالت غیر استانداردش تبدیل کنید، باید بلد باشید تا از حالت غیر استانداردش به حالت استانداردش هم تبدیل کنید. یعنی عملا شما باید رفت و برگشتی اتحادها رو بلد باشید و این مهم به کرات در تمام طول جلسات ما، حالا این یک دو جلسه سه جلسه ای که فکر کنم رفتیم و 30 جلسه آینده حدوداً به کرات ازش استفاده خواهد شد، تا این مهم رو برای شما بازم تاکید داشته باشیم که اتحادها رو هم باید بتونید حالت استاندارد رو به حالت غیر استاندارد تبدیل کنید و هم برعکس. خب ببینید بچه، حالا از اینجا به بعد که من میخوام اینو ساده کنم، اون بالایی بچه ها اتحاد مزدوجه، مفصلا در موردش هفته قبل صحبت کردم در مورد اتحاد مزدوج. پس میشه y منهای x در y به اضافه x. خب بچه، یکی از خواصی که وجود داره من اینجا میخوام در موردش صحبت کنم اینه که من اگر بیام و توان دو رو، بچه توان دو یکی از کارهایی که میکنه منفی رو بی اثر میکنه، یعنی شما اگر دو رو هم به توان دو برسونی میشه 4، اگه منهای دو رو هم به توان دو برسونی میشه 4. به عبارتی توان دو منفی رو بی اثر میکنه، یعنی وجود و یا عدم وجود منفی وقتی توان زوج است اثر بخش نیست. حالا از این چجوری میتونم استفاده کنم؟ اما چون این پرانتز رو داخلش رو در یک منفی زرد میکنم، آیا اجازه دارم؟ بله، چون وجود و یا عدم وجود منفی به دلیل وجود توان دو بی اثر است. خب این کارو کردم به چه دردم میخوره؟ به این دردم میخوره که الان یک توان این بچه ها با پرانتز بالا خط میخوره، به همین راحتی خط میخوره و در واقع ایکس وای پایین با توانهای بالا ساده خواهد شد. به عبارتی من به ایکس وای از بالا در وای به اضافه ایکس و در پایین هم به منفی x به اضافه y خواهم رسید. و از اونجایی که این دیگه ساده تر نمیشه، خب اینجا مرحله ساده سازی ما به پایان میرسه و اصطلاحاً این کسر گویای ما دیگه کسر گویای متباین شده. خب اگر تا اینجا بچه ها متوجه داستان شدید، برای من یک رو بفرستید من بفهمم که تو باقی سر کلاس پر انرژی نشستید و در حال یادگیری هستید.
تا ما ببینیم که انشالله توی اتحادها تجزیه فاکتورگیری عملا مشکلی وجود نداره. بسیار عالی، درود بر شما. بچه من وقتی داشتم کمیمیمو درس میدادم یک اشاره مختصری کردم مبنی بر این که ببینید وقتی دارید مخرج مشترک میگیرید عملا دارید کمیمیم حساب میکنید. یعنی اگر شما میگید یک سوم به اضافه یک پنجم مخرج مشترکش 15 میشه، چون 15 کمیمیم 3 و 5. اگر میگید 4 و 6 مخرج مشترکش 12 میشه، علت اینه که 12 کمیمیم 4 و 6. پس اساسا مخرج مشترک گرفتن یعنی یافتن کمیمیم مخرج های اون انتا کسر ما. حالا اگر من بناس از این دوتا کسر مخرج مشترک بگیرم و اینو تبدیل به یک کسر واحد کنم و اصطلاحا ساده سازی کنم، باید کمیمیم بگیرم. اگه میخوام کمیمیم بگیرم، خب این یک اتحاد چاق و لاغره. ابتدا بازش میکنم طبق همون اصولی که جلسه قبل یاد دادم. این رو هم اگر باز کنم تبدیل میشه به x منهای 2 در x به اضافه 2. خب ما در کمیمیم میگفتیم که حاصل ضرب عبارتهای مشترک با توان بیشتر ضرب در عبارتهای غیر مشترک. این یعنی چی؟ سلام، خوش اومدید. ببینید بچه ها در این دوتا مخرج عبارت مشترک x به اضافه 2 میشه که می نویسم. خب دیگه مابقی غیر مشترکه، منتها در کمیمیم شما غیر مشترک ها رو هم حتما باید لحاظ کنید. یعنی میشه x2 منهای 2x به اضافه 4. خب فقط بچه ها صرفا تو ذهنم نگه میدارم که این همان اتحاد مزدوج x2 منهای 4ه. من بر اساس تجزیه اتحادها و سپس قاعده کمیمیم یافتن تونستم که کمیمیم اون دوتا مخرج رو پیدا کنم که همان مخرج مشترک میشه. حالا میخوام بیام برم و این مخرج مشترک رو اعمال کنم، رو کسرم رو به اتمام برسونم. بچه اگر عبارت اولو ببین، من با رنگ سبز میمیسم. بچه اگر این مخرج رو من بر کسر اول تقسیم کنم، خب x2 منهای 2x به علاوه 4 خط میخوره، x به اضافه 2 هم خط میخوره. آنچه باقی میمونه x منهای 2ه که باید ضرب در صورت بشه که 1. پس یه x منهای 2 اینجا لحاظ میکنم به همین ترتیبی که همیشه دارید مخرج مشترک میگیرید. دوباره میام مخرج مشترکم رو بر کسر دوم تقسیم میکنم، خب x2 منهای 4 با این x2 منهای 4 خط میخوره. آنچه باقی میمونه همون x2 منهای 2x به اضافه 4 که من اگر اینو بنویسم میشه به اضافه x2 منهای 2x به اضافه 4. خب اگر اینو صرفا من بنا باشه یک جمع و تفریق کنیم که با هم ساده بشه، یه x2 داریم، این دوتا با هم دیگه میشه منهای x به اضافه 2. خب که با توجه به این که دیگه صورت و مخرج ما از این ساده تر نخواهد شد، عملا کسر ما به انتهایی ترین مرحله خودش رسیده و از این به بعد دیگه امکان ساده کردن نداره. باز هم تأکید میکنم عبارتهای گویا و ساده سازی اونها به این معناست که شما از اصول اولیه علم ریاضی نظیر اتحادها، مخرج مشترک گیری، فاکتور گیری، تجزیه، مزدوج کردن و و و الی آخر، همین اصول اولیه‌ای که شما همشون رو از سال ششم تا سال نهم یاد گرفتید، از اینا استفاده کنید تا جایی ادامه بدید که دیگه اون کسر گویای ما امکان ساده سازی براش وجود نداشته باشه. اما بریم سراغ در واقع عبارت آخر تو این قسمت. دقت کنید، خوب دقت کنید بچه. اینو من وقتی دارم نگاه میکنم به این که میرسم میبینم یه اتحاد مزدوجه. خب اینم که نگاه میکنم میبینم یه اتحاد مزدوجه، اینم یه اتحاد مزدوجه. یعنی عملا من با سه تا اتحاد مزدوج سر و کار دارم. بخوام اینو ساده کنم، x به اضافه 4 رو مینویسم، x2 منهای y2 رو علی رغم این که طبق قانون اتحاد مزدوج میتونم بنویسم x منهای y در x به اضافه y، منتها نمی نویسم. خب سوال میکنی چرا؟ با من ادامهش رو همراه باش تا متوجه بشی. خب بچه x 8 و منهای y 8 رو از اتحاد مزدوج استفاده میکنم، میشه x 4 منهای y 4 در x 4 به اضافه y 4. خب
اگر دقت کنید دوباره x چهار منهای y چهار اتحاد مزدوجه. دوباره بازش میکنم، یعنی من همین بالا به جای این قسمت مینویسم x دو منهای y دو در x دو به اضافه y دو. اونی دوستی که از من تو ذهنش داشت میپرسید چرا ساده نکردی، چون الان به راحتی این دوتا رو با هم خط میزنم و دیگه خودم رو درگیر ساده سازی این دوتا عبارت نمی کنم. یعنی با توجه به تجربه ای که داشتم تو ذهنم میومد که من اگر اینو چند بار اتحاد مزدوجش رو باز کنم به این عبارت مخرج میرسم که این دوتا با هم ساده میشه. خب اگر به ذهنمون نرسید چی، اشکال نداره، اینو مزدوجش رو باز میکنید، اون عبارت بالا رو هم تا جایی که امکان داره مزدوجش رو باز میکنید، در انتها با هم دیگه ساده میکنید. اما بچه ها عبارت مخرج که میشه x منهای 4 در x به اضافه 4، دوباره x به اضافه 4 با این x به اضافه 4 هم خط میخوره، یعنی آنچه که باقی میمونه x2 به اضافه y2 در x4 به اضافه y4 همش تقسیم بر x منهای 4. این هم دیگه بچه ها از این ساده تر نخواهد شد، چون این عبارت ها هیچ کدوم قابل تجزیه، قابل فاکتورگیری، قابل خط خوردن با هم دیگه نخواهند بود. به خاطر همین اینجا هم میشه پایان ساده سازی این کسر گویای ما. پس گویا کردن یعنی آنکه ما مخرج رو از رادیکال خارج کنیم، از حالت رادیکالی. ساده سازی عبارت های گویا یعنی اینکه شما از اصول اولیه علم ریاضی، مثل اتحادها که به کرات استفاده شد، مثل تجزیه که مکررن استفاده شد، مثل مخرج مشترک گیری که استفاده شد، مثل هر عبارت منطقی ریاضی که بلدید استفاده کنید، اینقدر این مسیر رو پیش برید تا دیگه امکان ساده سازی براتون وجود نداشته باشه. خب بچه بریم ببینیم از همین موضوعی که ما الان با هم صحبت کردیم 99 تست کنکور اومده، یعنی امسال نه سال قبل. پس تمام مباحثی که اولا ما داریم بچه بایتون کار میکنیم مباحث روزه. ببینید بچه تست شناسنامه داره مربوط به تست کنکور انسانی 99. میخوایم ببینیم حالا اینی که درس دادیم تو قالب این مثال چجوری میشه از دل این یک محتوایی رو خارج کرد و به جواب رسید. بچه ببینید یه عبارت گویا اینجا دارم، یه عبارت گویا اینجا دارم. خب ابتدا بچه ها مخرج مشترک نمیگیرم، این دیگه ماحصل تجربتونه. چرا مخرج مشترک نمیگیرم؟ چون میتونم کسر اول رو یکم ساده کنم. اگر به کسر اول نگاه کنید از ایکسش فاکتور بگیرید میشه x2 به اضافه 3x به اضافه 2، مخرجم که میشه x در x به اضافه 1 در x2 منهای 4. خب خود این کسر دوم رو مجدداً می نویسم، اما همچنان بچه ها این اتحاد جمله مشترکه، یعنی میشه x به اضافه 2 در x به اضافه 1. خب و اینم که بچه ها اتحاد مزدوجه، یعنی میشه x منهای 2 در x به اضافه 2. x با x ساده میشه، x به اضافه 1 با x به اضافه 1 ساده میشه، x به اضافه 2 با x به اضافه 2 ساده خواهد شد و از کسر اول آن چیزی که باقی میماند از صورت 1 است و از مخرج x منهای 2. از کسر دوم بچه ها اگر از ایکسش فاکتور بگیرم 2 به روی ایکس در ایکس منهای 2 باقی میمونه. دوستانی که تو فکر این بودن اول برن مخرج مشترک بگیرن عملا خودشون رو تو یک چالش عمیق قرار میدادن. چرا؟ چون اگر بنا بود اینا رو مخرج مشترک بگیرید میرفتید به عبارت هایی از درجه 4 برخورد میکردید که بعد ساده سازیش نمیگم ممکن نبود، که ممکن بود، منتها سخت بود. پس ابتدا با توجه به اینکه اینجا پر از در واقع اتحادهای مختلف بود اومدم ساده سازی کسر اول رو انجام دادم. پس از ساده سازی کسر اول حالا میتونم بیام به راحتی از اینا مخرج مشترک بگیرم. خب مخرج مشترکشون که همان x منهای 2 در x، اگر اینو بر x منهای 2 تقسیم کنم x باقی میمونه، ضرب در صورت x، و اگر اینو بر کسر دوم تقسیم کنم یک میشه منهای 2. دوباره این دوتا با هم خط میخوره، به جواب یک ایکسوم میرسید، یعنی همان گزینه اول شما
میبینید که بچه ها اون 4 تا مثال جامعی که از این تست کنکور هم سختتر بود با هم اومدیم تحلیل کردیم رو اگر به زیر و بمش آشنا باشید، اگر اون اصول اولیه ریاضی مثل اتحاد و تجزیه و فاکتورگیری و مخرج مشترک رو بلد باشید، به راحتی از پس تست کنکور برمی اومدید، منتها به شرط تسلط بر اصول اولیه ریاضی که جلسات قبل مفصلا در موردش صحبت کردیم. الان توضیح میدم نسترن، دقت کن این تیکه آخر رو داری میگی دیگه. اینو من مخرج مشترک گرفتم، خب میخوام مخرج مشترک بگیرم، اینجا x منهای 2 دارم، اینجا هم x منهای 2 دارم، پس عامل مشترکشون در کمیمیم x منهای 2 و خب غیر مشترکم که x. حالا میخوام مخرج مشترک بگیرم، دقت کن میام این دوتا رو به عنوان مخرج مشترکم بر کسر اول تقسیم میکنم. خب اگر اونو بر کسر اول تقسیم کنی x منهای 2 بر x منهای 2 خط میخوره، آن چیزی که باقی میمونه x که باید ضرب در صورت بشه، x ضرب در 1 x میشه. اما اگه این مخرج رو بیای بر مخرج مشترک رو بیای بر مخرج دوم تقسیم کنی، خب اینا با هم ساده میشن همه، x با x خط میخوره، x منهای 2 با x منهای 2، در نهایت آن چیزی که اینجا باقی میمونه در واقع همین 2 خواهد بود که منهای 2 رو هم قرار دادم. خب x منهای 2 صورت با x منهای 2 مخرج خط میخوره، آن چیزی که فقط باقی مون 1x بود، یعنی همان گزینه اول شما به عنوان یکی از تست های بسیار خوب در کنکور 1399 که به راحتی میتونستید از پس این تست بر بیایید. خب بچه باز ببینید پای ثابت کنکور تقریبا، یه تست دیگه هم براتون آوردیم از کنکور 1398. بچه 400 رو بذاریم کنار به عنوان یک کنکوری که خب کنکور بسیار چالش انگیزی بوده. کنکورهای 98 و 99 رو میتونید برای کنکورتون معیار قرار بدید تا یک کنکوری در سطح 98 و 99 داشته باشید. منتها شمایی که دنبال یک رشته تاپ در یک دانشگاه برندی، قطعا باید برای کنکور 1400 آماده بشی که ما قطعا سوالات کنکور 1400 رو هم در این دوره پوشش خواهیم داد و در بابشون مفصلا با هم دیگه به گپ و گفت خواهیم پرداخت. پس حتما حواستون باشه ما هر مطلبی رو که داریم میگیم داریم یه تستی از کنکور مشابهش رو میاریم و انشالله سعی میکنیم که در طول این دوره حداقل چند سال اخیر رو به صورت کامل و جامع پوشش بدیم تا شما هم بتونی که انشالله از پسش بر بیای. بچه گفته این عبارت اگه بشه این عبارت، من سوال میکنم همین الان جواب بدید بچه چگونه سه تا کسر شده یک کسر؟ نظرتون چجوری سه تا کسر گفته یک کسره؟ چه کار کرده با اون سه تا کسر که شده یک کسر؟ اینو بچه ها بارها بهش اشاره کردم، چه کار کرده که سه تا کسر شده یک کسر؟ میخوایم اینو ببینیم چجوری ساده کردیم. خب بچه ها اون منطق ریاضی، اون اصول ریاضی که باعث میشه سه تا کسر تبدیل بشه به یک کسر چیه؟ یعنی چه کار باید تو ریاضی انجام بدید؟ اینا بچه ها اون کلید واژه هاییه که عموما ما باید برای بچه های انسانی خیلی شفاف بیان کنیم تا در واقع این ذهنیت درشون به وجود بیاد که اعمال ریاضی چه کار میکنن. بچه با توجه به این که نه بذار هم نسترن هم محدثه بذارید با هم یه خورده صحبت کنیم بچه تو این فاکتورهای اصلی ریاضی. بچه قدر مطلق به نظرتون کارش چیه؟ شمایی که فقط به من بگید کارش چیه، من نه دنبال ویژگیم نه دنبال رسم نمودارشم غیره، کار قدر مطلق به نظرتون چیه؟ یعنی ما با قدر مطلق چه کار میکنیم؟ خروجی یه قدر مطلق چه بلایی سر اون عبارت ما میاره؟ میدونید یا نه؟ بچه کار قدر مطلق بچه ها مثبت کردنه. اینا رو بچه حتما بنویس ها، اینا بچه همون نقاطیه که اگه یک دانش آموز انسانی بهش مسلط بشه از پس خیلی تست ها برمیاد. بچه کار قدر مطلق مثبت کردنه، یعنی اگه شما داخل قدر مطلق منفی 2 بریزی اون به شما 2 میده، من شما منفی 2 میخورونی بهش ها ولی اون خروجیش 2ه، یعنی شما هر عدد منفی هم که بهش بدی شما اون برای شما مثبت میکنه. این به این معناست که کار قدر مطلق مثبت کردن. سوال آی زمانی اگه مثبت بدم چه کار میکنه؟ هیچ کار نمیکنه. وقتی عدد مثبته که دیگه بلایی سرش نمیاره، چون اساساً قدر مطلق در دنیای ریاضیات یک وظیفه به عهده داره، مثبت کردن. اوکی؟ فقط مثبت میکنه. حالا تو اگه منفی بدی مثبت میده بیرون،
اما اگر مثبت بدی خب خود مثبت رو میده بیرون. بچه من یادمه تحت عنوان یک سری تست ها که تست های کنکور سراسری هم داخلش بود جلسه پیش ما این قدر مطلق رو مفصلا در موردش صحبت کردیم و گفتیم که مثلا اگر شما داخل یک عبارت مثلا مثبت به داخل قدر مطلق مثبت بشه خودش میاد بیرون، منفی باشه قرینش میاد بیرون. پس بچه فاکتور اول، مفهوم اول، کار قدر مطلق مثبت کردن است. دو، بچه کار توان دو، یکی از کارهای توان دو مثبت کردنه، یکیش هم اینه که خب عدد رو بزرگ میکنه دیگه. مثلا بچه شما اگه به دو رو به توان دو برسونید 4 میشه، اما اگه منفی دو رو هم به توان دو برسونید 4 میشه. یعنی یکی، بچه یکی، نه همه کارهاش، یکی از کارهای توان دو مثبت کردنه. فاکتوری که اینجا باید بدونید بچه مخرج مشترک کارش اینه که چند تا کسر رو تبدیل میکنه به یک کسر. بچه من دارم یکی یکی به صورت فارسی بیان میکنم که اصول ریاضی چه کاری انجام میدن. پس وقتی به شما میگه این سه تا کسر رو تبدیل کردم به یک کسر، یعنی چه بلای ریاضی روش به وجود آوردیم؟ یعنی رفتیم مخرج مشترک گرفتیم. چرا؟ چون کار مخرج مشترک اینه که n تا کسر رو تبدیل میکنه به یک کسر. بچه قدر مطلق هم چی کاری نمیکنه؟ توان دو همچین کاری نمیکنه، اتحاد همچین کاری نمیکنه. پس بچه هر قسمت از بنیاد ریاضی یه وظیفه ای به عهده داره. وظیفه مخرج مشترک اینه که n تا کسر رو تبدیل میکنه به یک کسر. خب این دیگه باید بچه همیشه تو عقبه ذهن من بمونه که اگر میاد میگه این سه تا کسر شده یک کسر، یعنی قطعا مخرج مشترک گرفته. چرا؟ چون فقط مخرج مشترک است که میتونه n تا کسر رو تبدیل کنه به یک کسر. خب بچه ها اگر متوجه شدید داستان از چه قراره، یک رو بفرستید من بدونم که در واقع تو باقید و متوجه داستان هستید. بسیار عالی، بریم بچه ها مخرج مشترک بگیریم ببینیم چی میشه. اولا بچه ها به این عبارت اگر به خوبی نگاه کنید، من این عبارت رو حالا برای اینکه بتونیم یه بازخورد خوبی هم ازش بگیریم، من بیارمش پایین تر. بچه من اگه از یه x این فاکتور بگیرم میشه x در 2x منهای 1. اینم بچه ها مزدوجه، میشه 2x منهای 1 در 2x به اضافه 1. خب این 2x منهای 1 با این 2x منهای 1 به همین راحتی ساده میشه. بچه اگه ساده نکنید بازم میتونید به جواب درست برسید، منتها دیگه درد سر دارید چون دارید توانهای بزرگ x تولید میکنید. پس ابتدا اگر ساده میشه، اگر میتونید فاکتور بگیرید، اگر میتونید تجزیه کنید، اگر میتونید از اتحادها استفاده کنید، حتما این کارا رو بکنید، بعد برید سراغ عملیات مخرج مشترک گیری. پس الان من دارم x به روی 2x به اضافه 1 منهای x منهای 1 به روی 2x به اضافه 1 منهای 2x به اضافه 1 به روی 2x منهای 1. بچه بسیاری از دانش آموزا این تو ذهنشونه که ما بیایم از این سه تا مخرج مشترک بگیریم. کارشون هم درسته، منتها دارن کارشون رو سخت میکنن. چرا؟ بیا با من همراه باش. بچه به این دوتا کسر نگاه کنید، مگه اینا هم مخرج نیستن؟ پس ابتدا تکلیف این رو معلوم کن، چون اونایی که هم مخرجن که بسیار سادن، فقط بچه اینا رو از هم در واقع صورتاشون رو از هم کم کنید. x منهای x صفر اینجا میشه 1. بعد بیایید با کسر بعدی دیگه به راحتی اینا رو جمع کنید. اگر دوستی میومد از این سه تا مخرج مشترک میگرفت، باز هم به جواب درست میرسید اگه اشتباهی بینش انجام نمیداد، منتها داشت کار خودش رو سخت میکرد چون توان دو تولید میکرد، با توان دو باید کار میکرد و به مشکل میخورد. من اومدم گفتم این دوتا هم مخرجن، پس ابتدا تکلیف این دوتا رو من معلوم میکنم، بعد میرم سراغ بعدی. حالا بچه ها این دوتا رو که میخوام مخرج مشترک بگیرم، دقت کن اینا مزدوجن. بچه ها من دوباره بگم، بچه این و این با هم مزدوجن دیگه، واضحه. پس مخرج مشترکشون میشود 4x2 منهای 1. خب اگه 4x2 منهای 1 رو تقسیم بر 2x به اضافه 1 کنم، میمونه 2x منهای 1 که باید ضرب در 1 بشه، میشه 2x منهای 1. اگه 4x2 منهای 1 رو تقسیم بر 2x منهای 1 کنم، میمونه 2x به اضافه 1. این منها بچه ها یادم نمیره،
یعنی یه منهای اینجا میذارم، این دوتا رو باید در هم ضرب کنم، یعنی میشه 2x به اضافه 1 به توان 2. 2x به اضافه 1 به توان 2. خب حالا میخوایم بیایم ببینیم که بر اساس آنچه که سوال اینجا اشاره کرده، آیا ما اصلا در واقع چجوری باید به جواب برسیم و این فرایند حل به چه صورته. قبلش بچه ها من دوباره با توجه به اهمیت سوال، با توجه به اینکه عموما بچه ها توی اتحادها و تجزیه و مخرج مشترک اینا یه خورده در واقع چالش هایی دارن، دوباره از ابتدا توضیح میدم. بچه ها اولا دقت کنید، تنها عملیاتی از ریاضی که سه تا کسر رو یا n تا کسر رو فرقی نمیکنه تبدیل میکنه به یک کسر، اون عملیات اسمش مخرج مشترکه. پس اگر عنوان شده این سه تا کسر تفریقاشون با این یک کسر برابره، قطعا مخرج مشترک گرفته. منتها من قبل از اینکه بخوام بیام مخرج مشترک بگیرم به این موضوع دقت میکنم که این دوتا بچه ها قابلیت ساده سازی دارن. به چه صورت؟ بالا از یک x فاکتور گرفتم میمونه 2x منهای 1، پایینم که اتحاد مزدوج بود یعنی 2x منهای 1 در 2x به اضافه 1. خب 2x منهای 1 بالا و پایین رو با هم ساده میکنم، اینجا میبینید که موند x روی 2x به اضافه 1، دقت کنید، منهای خب این قسمت بعدی یعنی x منهای 1 روی 2x به اضافه 1 منهای 2x به اضافه 1 به روی 2x منهای 1. برای اینکه بخوام بین این سه تا مخرج مشترک بگیرم، خب ابتدا تکلیف این دوتا رو معلوم کردم. چرا؟ چون هم مخرج بودن و تکلیفشون به سادگی معلوم میشه. خب یکی از مخرج ها رو نوشتم، اینو از این کم کردم، x منهای x میشود 0، منهای منهای 1 هم که میشود 1. این منها هم که بچه همین رو آوردم پایین، یعنی این کسر رو آوردم پایین، 2x به اضافه 1 به روی 2x منهای 1. خب اگر به این دوتا کسر الان نگاه کنید بچه ها، این دوتا کسر دوباره با هم مزدوجن، یعنی 2x به اضافه 1 در 2x منهای 1 می شود 4x2 منهای 1 که این مزدوج همین دوتاست، یعنی این دوتا رو در هم ضرب کردیم این حاصل شده. اگر اینو بر اولی تقسیم کنم، خب 2x منهای 1 میمونه ضرب در 1، این منها رو اینجا گذاشتم، اینو بر دومی تقسیم کنم 2x به اضافه 1 میمونه، پس میشود 2x به اضافه 1 به توان 2. 2x به اضافه 1 به توان 2. خب حالا خب اینو بخوایم ساده کنیم باید چه کار کنیم؟ مینویسم 4x2 منهای 1، دقت کن اینو که می‌نویسم 2x منهای 1 خودش رو می‌نویسم، اولی به توان 2. بچه‌ها من دارم این اتحاد رو باز می‌کنم، منتها همزمان که دارم بازش می‌کنم حواسم به این منفی هم هست، 2x2 4x2 با این منفی می‌شود منفی 4x2. اوکی خب بعدی بچه‌ها 4x با این منفی می‌شود منفی 4x به اضافه 1 با منفی پشتش می‌شود منهای 1. خب حالا اگر یه ساده سازی انجام بدید، یه منفی 4x2 دارم، خط زدم، 2x با منهای 4x می شود منهای 2x، منهای 1 با منهای 1 می شود منهای 2 به روی 4x2 منهای 1. خب این شد آن عبارتی که ما در واقع داشتیم و می تونستیم این عبارت رو در واقع ساده سازی هاش رو انجام بدیم. خب حالا سوالی که پیش میاد بچه ها اینه، خوب دقت کن، سوالی که پیش میاد اینه، اینو چجوری سنخیت بدیم به این که بتونیم در واقع گزینه مورد نظر رو انتخاب کنیم و بعد بدونیم که داستان به چه صورتی هست. بچه ها این منهای 4x2 رو تو ذهنت داشته باش، از این منهای 2 رو بنویس منهای 1 منهای 1. چرا دارم همچین کاری میکنم؟ چون منهای 4x2 منهای 1 همان مخرجه. یه بار دیگه بچه منهای 2 رو فقط نوشتم منهای 1 منهای 1 که بشه منهای 2. چرا این کار رو کردم؟ چون منهای 4x2 منهای 1 همان مخرجه، ولی همان مخرج شما بگید نیست، چون این 4x2 منهای 1ه. پس کاری که باید انجام بدم بچه ها، اینو باید بکنم به اضافه 1، اینو باید بکنم منهای 3. چرا؟ چون باز جمع اینا باید همان منهای 2 در بیاد دیگه. دارم چه کار میکنم؟ دارم از تو صورت مخرج رو جدا میکنم.
دارم از توی صورت مخرج رو جدا میکنم. بچه این 4x2 اوکی. خب حالا اینجا منهای 1 تو صورت منهای 4x2 به اضافه 1 دارم، یعنی قرینش رو دارم که اگر ساده کنید بچه این منهای 4x2 به اضافه 1 رو با مخرج میزنید میشه منهای 1 چون قرینه همن. آن چیزی که باقی میمونه بچه ها خوب دقت کنید، آن چیزی که بچه ها باقی میمونه به اضافه یه منهای 2x دارم، یه منهای 3 هم دارم به روی 4x2 منهای 1. خب حالا نکته مهم اینه که بچه ها ما اینو تو گزینه ها نمیبینیم متاسفانه، ما اینو تو گزینه ها نمیبینیم متاسفانه. خب حالا نکته ای که وجود داره بچه راه حل ما یک راه حل درست بدون اشکال علمیه، ولی متاسفانه طراح وقتی داشته سوال رو طرح کرده یه جای کارش رو اشتباه کرده و ما عملا الان نمیتونیم پی ایکس رو بر حسب این مورد توی گزینه ها پیدا کنیم. اما آن چیزی که بچه ها مهم بوده همین قسمتیه که شما این فرایند رو یاد بگیرید چجوری ساده کنید. منطقهای ریاضی نظیر مخرج مشترک اتحاد توان غیره و و الی آخر چه کار انجام میدن؟ چرا اومدم مخرج مشترک گرفتم؟ اصلا چرا باید با مخرج مشترک گیری شروع میکردم؟ قبل از مخرج مشترک گرفتن چرا بهتر ساده کنم؟ چون درگیر عبارتهای بالاتر نشم، یاد داشته باشم درست مخرج مشترک بگیرم. همین مفاهیم ساده یک یا دو تا تست تو کنکور شماست. خب بچه فرایندی که حل کردم و اگه متوجه شدید یک بفرستید. این فرایندی که براتون کامل حل کردم و توضیح دادیم و گفتیم که چجوری اصلا چرا باید مخرج مشترک بگیریم، چرا باید از اتحادها استفاده کنیم، چرا قبل از اینکه مخرج مشترک بگیرم ساده کردم، اینو اگر در واقع خب یه بازخورد به من بدید یک بفرستید بسیار عالی. و بریم بچه سراغ موضوع بعدی. خب بچه موضوع بعدی بحث گویا کردن کتر هاست. خب بچه من دوباره گویا کردن چون یکی از مفاهیم بنیادی ریاضی است، باید ابتدا بهتون بگم در دنیای ریاضیات گویا کردن چه وظیفه‌ای بر عهده داره. بچه در دنیای ریاضیات گویا کردن این وظیفه رو به عهده داره که شما اگر به تمام اینا بچه نگاه کنید، خوب دقت کنید اینجا رو، اگر به تمام این 5 مورد بچه نگاه کنید در مخرجشون رادیکال داریم. گویا کردن این وظیفه رو به عهده داره که رادیکال رو از مخرج حذف کنه. پس کار گویا کردن در دنیای ریاضیات اینه که رادیکال رو از مخرج حذف میکنه. چرا حذف میکنه؟ به هزار و یک علت که حالا در ادامه ریاضیتون باز بهتر متوجه خواهید شد. خب حالا من اینو چجوری باید گویا کنم که حذف کنیم؟ بچه نیا کنید بخواید یک همچین عبارتی رو گویا کنید در خود مخرج ضرب و تقسیمش کنید، در خود مخرج ضرب و تقسیمش کنید. خب الان چه اتفاقی میفته؟ بچه رادیکال 5 ضرب در رادیکال 5 که میشه 5، 1 ضرب در رادیکال 5 هم که میشه رادیکال 5. بچه به این جواب دقت کنید، گویا شد. چرا من میگم این گویا شده است؟ چون دیگه تو مخرج رادیکال نداریم، چون دیگه تو مخرج رادیکال نداریم. بچه گویا کردن وظیفش رو تمام کرد، بنا بود وظیفش این باشه که تو مخرج رادیکال نداشته باشیم دیگه. خود تو مخرج رادیکال نداریم به همین سادگی. این میشه وظیفه گویا کردن که شما باید بلد باشید چجوری گویا کنید. بچه بیاییم بریم بعدی. خب اینو چجوری گویا کنم؟ بچه اینو میخواد وقتی میخواد یک همچین عبارتی رو گویا کنید، اینو باید ضرب و تقسیم در مزدوجش کنید. خب مزدوج بچه یه همچین عبارتی چیه؟ اینی که براتون بنویسم. بچه خود همین رو بنویسید، فقط علامتش رو عوض کنید. یعنی چی؟ یعنی چون اینجا من هاست من اینجا به علاوه میذارم. اوکی؟ این میشه مزدوجش، 3 به اضافه یه رادیکال 5. خب بچه برای نوشتن صورت یک باید در این ضرب بشه، پس خودش میشه. برای نوشتن مخرج اگر دقت کنید این دوتا بچه ها مزدوجن دیگه. برای محاسبه مزدوج میگی اولی به توان 2 یعنی 9، 3 به توان 2 9. برای و دومی را میگی دومی به توان 2، رادیکال 5 به توان 2 یعنی 5. یه منها هم بینشون میذاری، پس به جواب
سه به اضافه رادیکال 5 به روی 4 میرسی. دقت کن، باز هم گویا کردن وظیفه خودش رو انجام داده. وظیفش چون همین بود که فقط مخرج رادیکال رو از مخرج حذف کنه، این وظیفه مهم و خطیر رو به عهده داشت که خب به درستی انجامش داد. دیگه من الان میبینید در این عبارت رادیکال در مخرج ندارم، این وظیفش رو به همین صورت که میبینید انجام داد. خب اما اینو چه جوری بچه‌ها گویا کنم؟ اینم بچه‌ها این بالایی هیچ فرقی نمیکنه، رادیکال 8 منهای رادیکال 5. بچه‌ها باید ضرب و تقسیمش کنید در مزدوجش، یعنی خودش رو بنویسید منتها علامت رو تغییر بدید. خودش رو بنویسید منتها علامت رو تغییر بدید. خب بچه‌ها صورت که چون داره ضرب داره یک میشه خودشه، اما مخرج دوباره چون اینا با هم مزدوجن، برای محاسبه مزدوج میگی اولی به توان دو یعنی 8، منهای دومی به توان دو یعنی 5. دوباره بچه ها همچنان که داری میبینی به صورت خیلی دقیق اومد و وظیفش رو انجام داد، یعنی رادیکال رو از تو مخرج حذف کرد، یعنی رادیکال رو از توی مخرج بچه ها حذفش کرد. این همه آن چیزی بود که ما از تیتر گویا کردن نیاز داشتیم. بچه این دو مورد بعدی رو هم که اینجا داریم بهش اشاره میکنیم، اینا بمونه بچه ها برای انشالله یگام تا صد برای بچه های رشته انسانی. انشالله تو جلسات آخر یک سری نکاتی رو میخوایم با هم دیگه جمع‌بندی کنیم در قالب نکات یگام تا صد، که دیگه بچه ها از پس هر کنکوری حتی فراتر از کنکور 1400 بر بیان. این رو انشالله میسپریم به اونجا، شما همین سه مدل رو بتونید گویا کنید. از نظر ما موضوع خاتمه یافته است. خب تیتر بعدی بچه ها، تیتر بعدی که باید شما مد نظر قرار بدید، تقسیم چند جمله‌ای بر چند جمله‌ایه که میخوایم در موردش صحبت کنیم. ببینیم دو تا چند جمله‌ای، ببینید تو صورت یه چند جمله‌ایه، تو مخرجم یه چند جمله‌ایه. میخوایم ببینیم دو تا چند جمله‌ای چجوری باید بر هم تقسیم بشن، قانون و قاعده تقسیم دو تا چند جمله ای بر هم چیست، چگونه باید دو تا چند جمله ای رو بر هم تقسیم کنیم. خب ببین بچه ها، فرض کنید من میخوام x5 به اضافه x4 به اضافه x رو بیام تقسیم کنم بر x به اضافه 1. خب خوب دقت کنید بچه ها، بزرگترین مقسوم علیه ضرب در چی بشه که بشه بزرگترین مقسوم؟ منطقا باید ضرب در x4 بشه، چون یکی از پایه ها رو بنویسی توانا رو با هم جمع کنی، پس میشه x5 به اضافه x4. یه بار دیگه میخوام بدونم چه کار کنم، میگم بزرگترین مقسوم علیه ضرب در چه عبارتی بشود که بزرگترین عبارت و ترم مقسوم رو حاصل کنه. خب اینجا شد x4. در ادامه بچه ها تمام این رو در یک منفی ضرب میکنیم، خب این دوتا با هم خط میخوره، این دوتا هم با هم خط میخوره، آن چیزی که باقی میمونه صرفا x. دوباره بچه ها، بزرگترین مقسوم علیه ضرب در چی بشه که بزرگترین مقسوم جدید ما رو تولید کنه؟ خب باید ضرب در 1 بشه که بعد بشه x به اضافه 1. دوباره برای حل تمام اینا رو در یک منفی ضرب میکنم، این با این ساده میشه، جواب میمونه باقی مانده منهای 1. کار ما تمام است، منتها الان میخوام بازنویسی کنم. بچه ها این کسر رو چجوری بازنویسی میکنم؟ قانونش اینه، مینویسم خارج قسمت، بچه ها همیشه همینه، خارج قسمت به اضافه باقی مانده تقسیم بر مقسوم علیه. من اینا رو بچه ها بنویسم، پس اینجا همیشه خارج قسمت، اینجا بچه ها باقی مانده، اینجا هم مقسوم علیه. بچه ها الان این عبارتی که من نوشتم همین کسریه که اینجا میبینید، میگید نه مخرج مشترک بگیرید، از این دوتا ترم اگه مخرج مشترک بگیرید قطعا به عبارت اول و خاصه و مثال اول خواهید رسید. خب بچه ها اگه قانون و قاعده تقسیم چند جمله‌ای بر چند جمله‌ای دستت اومده، یک رو برای من بفرست که من برم سراغ مثال دوم که باز عمیق‌تر موضوع رو درکش کنی و ببینیم که در ادامه باز چجوری میتونیم اینا رو در قالب سوالات مختلف استفاده کنیم.
باریکلا، درود بر شما. بچه دوباره دقت کن، می نویسم x4 به اضافه x2 به اضافه x، این می خواهد تقسیم شود بر x2 به اضافه 1، می خواهد تقسیم شود بر x2 به اضافه 1. خب بچه اگه دقت کنید دوباره بزرگترین مقسوم علیه ضرب در چی بشه که بزرگترین مقسوم رو تولید کنه؟ منطقا ضرب در x2. خب می شود x4 به اضافه x2. برای اینکه این حاصل رو حساب کنیم بچه ها، اینو در یک منفی ضرب میکنیم، این با این خط میخوره، اینم با این خط میخوره، x باقی میمونه. چون توان باقی مانده از مقسوم علیه کمتره، کار تمامه. پس من به جای اون کس میتونم بنویسم خارج قسمت به اضافه باقی مانده یعنی x به روی مقسوم علیه یعنی x2 به اضافه 1 و تمام. این میشه بچه ها تقسیم چند جمله ای بر چند جمله ای. و نکته مهم داستان هم عملا همینه که ما بتونیم این رو پیدا کنیم. این هم از موضوع بعدی که بهش مفصلا پرداختیم. تیتر بعدی که بچه ها عملا دیگه ما در سال حدودا دهمتونیم، در سال 9 و 10، یعنی ما تا الان که اومدیم که امروز جلسه سوم اگر اشتباه نکنم، مفاهیم بچه ها 6 تا 9 رو، آن چیزی که نیاز داشتید رو به سرانجام رسوندیم، بستیم و کم کم داریم دیگه از این تیترها وارد سال دهم میشیم و دیگه خب منطقا به شدت تو کنکور مبتلا به خواهد بود و باید به صورت عمیق این مفاهیم رو یاد بگیرید. اچه چند تا نکته وجود داره که حالا درسنامه هاش جامعه، منتها در قالب چند تا روی کرد سعی میکنیم که در ذهنتون انشالله جا بندازیم. موضوع اول اینه بچه ها، فرض کنید من یه بازه ای دارم که این بازه بین منفی 2 تا 3، یعنی ایکس من از منفی 2 در حال تغییر تا مثبت 3. سوال بچه ها، سوال من x رو دارم بین منفی 2 تا 3، منهای x بین چی تا چی میشه؟ خب بچه همه رو در یک منفی ضرب کنید، اینجا میشه منهای 3، اینجا میشه 2. دقت کنید بچه، همیشه سمت چپ نامساوی عدد کوچکتر و سمت راست عدد بزرگتر قرار میگیره. اینو حتما باید مد نظر قرار بدید. پس من خود میدونم منفی 3 رو باید اینجا بنویسم، مثبت 2 رو باید اینجا بنویسم. اصلا منفی 3 و مثبت 2 از کجا به دست اومد؟ خب من چون x رو میخواستم، اینجا به من گفته بود منفی x، اومدم طرفین و همه رو در یک منفی ضرب کردم. منطقا منفی 2 در یک منفی ضرب بشه مثبت 2 تولید میکنه و اگر در واقع مثبت 3 در یک منفی ضرب بشه در واقع منفی 3 رو تولید میکنه. اونی که کمتره که منفی 3 میبرم سمت چپ، اونی که بیشتر مثبت 3 میبرم سمت راست. خب نکته بعدی که حائز اهمیته بچه، حالا من فعلا اینو فاکتور میگیرم x3. خب بچه به توان 3 برسونید میشه منفی x8 تا 27. بچه منفی 8 از کجا آوردم؟ خب شما منفی 2 رو اگه به توان 3 برسونید منفی 8 میشه دیگه. 27 از کجا آوردم؟ اگه 3 رو هم به توان 3 برسونید 27 خواهد شد. یک ایکسوم چی بچه ها؟ منطقا یک ایکسوم هم بین منهای 1/2 تا 1/3. بچه ها همیشه عدد کوچک، این منفی از این کوچکتره، عدد کوچکتر سمت راست قرار میگیره و عدد بزرگتر سمت چپ قرار میگیره و عدد بزرگتر سمت راست. اما چون نکته مهم اینجا که من با سبز میمیسم که با اینا فرق کنه، اگر یک قسمتتون منفی بود یه قسمتتون مثبت بود، این نکته ایه که بچه ها همه اشتباه میکنن. برای رسوندن به توان زوج قسمت سمت چپتون حتما صفره، تمام صفر، و قسمت سمت راستتون عدد بزرگه به توان 2، عدد بزرگ به توان 2. پس حواستون جمع باشه، اگر یه نامساوی دارید سمت چپش منفیست، وقتی میخواید به توان زوج برسونیدش مثل 2، سمت چپتون صفر میشه همیشه و سمت راستش هم میشه عدد بزرگه به توان 2. این نکته یه که بسیاری از بچه ها اشتباه میکنن و به خاطر همین هم متاسفانه از پسش بر نخواهند اومد در کنکور سراسری. بچه اگر به حالت دوم نگاه کنید، هر دو طرف مثبته،
یعنی x بین 1 تا 2 است. همه چی مثبته. اینجا یکی منفی بود. ببینید منفی 2 تا مثبت 3. اینجا مثبت 1 تا مثبت 2. خب منفی x منطقا میشه بین منهای 2 تا منهای 1، عدد کوچیکتر سمت چپ همیشه قرار میگیره، عدد بزرگتر سمت راست. بچا به راحتی همه رو به توان 2 برسونید. وقتی دو تا مثبته دیگه هیچ حالت استثنایی وجود نداره. x هم که میشه بین 1 تا 8، 1x هم که میشود بین 1 دوم تا 1. بچا عدد کوچیکتر همواره سمت چپ قرار خواهد گرفت. این نکته مهمیه که حتما باید در واقع به ذهنتون داشته باشید. خب ما بچه این سه تا نکته بعدی رو هم بگیم و انشالله درس این جلسه رو با توجه به اینکه اساسا موضوع کن فیکون میشه و عوض میشه تموم کنیم و بریم انشالله برای جلسه آینده. ببینید بچه ها، اینجا باز اگر دقت کنید هر دوتا منفی است، یعنی از منفی 3 تا منفی 2. خب من اگه یک ایکسوم رو بخوام بچه ها، منطقا بین منفی 1 دوم قرار میگیره تا منفی 1 سوم. چرا اینو سمت چپ گذاشتم؟ چون منفی 1 دوم از منفی 1 سوم کمتر است. چون منفی 1 دوم از منفی 1 سوم کمتر است. این نکته ایه که حتما باید بهش توجه کنید. و اما این دوتا نکته بسیار مهم بچه ها، این دوتا نکته بسیار مهم و پرکاربرد که میخواییم در موردشون با هم صحبت کنیم. بچه ها همیشه یادتون باشه اگر x2 کمتر مساوی a2 بود، xتون بین منهای a قرار میگیره تا a. یعنی بچه ها اگه اینو دیدید بلا فاصله باید اینو بنویسید. اما اگر x2 بزرگتر مساوی a2 بود، نه کوچکتر مساوی، اینو بچه ها بخواید بنویسید میگید دو حالت داره، یا x بزرگتر مساوی a، یا x کوچکتر مساوی منهای a. اوکی؟ یکی از این دو حالته. یایه بچه ها، اینجا یا میشه، یا x بزرگتر مساوی 1، یا x کوچکتر مساوی منهای 1 در واقع a، یا بزرگتر مساوی a یا کوچکتر مساوی منهای a. خب اگر در واقع بچه ها موضوع اوکیه و به صورت شفاف تونستید درکش کنید، برای من یک رو بفرستید تا من بدونم که باز داستان چجوریه. باز انشالله بریم سراغ مطالب بعدی. ببینید بچه ها، ما تقریبا با این داستان و اینکه تیتر بعدی ما بحث مقدمه‌ای بر معادله درجه دو میشه، رسیدیم به انتهای مرور ما از سال 6 تا هلوهوش یک قسمت هایی از سال 10. عملا از جلسه آینده و چه درس ما درس تستخیزی خواهد شد و وارد متن و کنه اصلی درس ریاضی انسانی ها خواهیم شد. تا الان بچه ها داشتیم مرور میکردیم آنچه که شما باید یاد میگرفتید، مسلط میشدید و در چند و چون کار قرار میگرفتید، با توجه به اینکه اساساً ساختار و مسیر پیشروی درس در حال عوض شدنه. انشالله درس این جلسه رو همینجا به اتمام میرسونیم تا بریم انشالله برای هفته آینده. اگر سوالی چیزی دارید که خب بپرسید، در خدمتتونم، و الا که شما رو به خدای بزرگ میسپارم. درود بر شما، خسته نباشید، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون.